جناب دکتر، چقدر نیروهای مخالف مسلح دولت در داخل نظام عملا راه پیدا کردن و این زمینه را مساعد کرده تا فرانسه یا بیرون چهان از افغانستان؟ خب ما حضور یا نفوذ قوای مخالف دولت افغانستان را به دو بخش تقسیم میکنیم. یکی در سایه نظامی، اونا بلایمش دیده میشه که عناصر از دشمنهای مسلح نظام افغانستان نفوذ کردن و این یک نقطه که تا به حال در اون نقطه معراج گفته میشه، اینمی حمله بود که به سر فرانسوی ها صورت گرفت که یک شاک، یک تکان بسیار کلان داد همه را، برزی که اگه داخل شده باشن و نفوذ کرده باشن در بسیار جایت امکانات تکرار از میره و هرچی که تکرار شد اونم قدر وادار می سازه قوای بین المللی که زودتر خود را از این عادت بکشن، مخصوصا اروپای ها اینا. در حال حاضر نظر شما اداری و سایه و سیاست است واقعا در سایه نظامی؟ در کجا؟ در سایه نظامی. در سایه نظامی خود دیدی می معلوم میشه قوای اون نفره که وقتی این حضور به این حد هست که نیروهای فرانسوی ایرا بهانه قرار داده و یا ایرا واقعا درک کرده، حس خطر کرده از افغانستان بیرون چهان؟ من فکر می کنم گونا هم یه طور خطر احساس کردن، چرا که ایرا در غیاب حتی خود بعضی آگاهان و بعضی مسئولین مسائل نظامی ما هم در بعضی جایان میگن که اونقدر ما هنوز خود ما نفوذ نداریم که کنترل کرده بتونیم که دشمن نتونه نفوذ کنه در مابین قوای نظامی افغانستان و علائم نفوذ معلوم میشه و اگه تکرار شوه بازی به نفع دشمنان تمام میشه، برای اینکه تحریک میکنه قوای بین المللی که هرچی زودتر خود آهسته از ایالت بیرون بکشن از خاطر هم امنیت افرادشان و هم ذهنیت عامه‌ای که در کشورهایشون پیدا میشه. امروز شما شنیده باشین که در فرانسه هم یادی که از ذهنیت عامه فرض کنید 85% مردم فرانسه گفتن که قوای باید زمین ظرف یک سال قوای فرانسه از افغانستان برایه. این چیزا بسیار تأثیر داره در اونجا. اما میاییم سر بخش دیگهش که در عین زمان دشمن تانسته که در سایه اداری و سایه سیاسی هم در افغانستان نفوذ کنه، عناصرشون داخل شدن. یکی خب بر آلاست که بعضی کسایی که امرای طالبا بودن یا امرای حزب اسلامی بودن اونا در پارلمان هم رفتن و در حکومت هم مقرر شدن، بر ملاسمه غیر از او عناصر دیگه پوشیده هستن که اونا از داخل مثل کویه واره به اصطلاح میخواین که نظام چه فکر میکنه؟ نظام افغانستان، حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور افغانستان این حضور را درک نمیکنه؟ من فکر میکنم شخص رئیس جمهور خدر وشیار است که این حضور را درک کرده باشه. من از تجارب گذشته خودم میگم که در روابط با بعضی کشورها وقتی که صحبت میکردیم تا خود رئیس جمهور نام میگرفت و میگفت بعضی کسانی که اینا ما میفهمم که کسان هستند که برای علایق خارجی کار میکنن. اینا در چه سطح بودن آقای فرهنگ؟ در سطح های سطوح بلند بودن دیگر، سر جزئیاتش ما نمیخوایم کالی. یعنی از سطح وزرا بودن؟ خب در این نظام بودن، یعنی آدمای بودن که بسیار چی داشتن، وزن داشتن. اما به مرور زمان ما میبینیم که در طرز تفکر خود رئیس جمهور یک تغییر آمد، به این معنایی که خود را آهسته آهسته خواست که از متحدین اولی خود که عبارت از جامعه بین المللی و ایالات متحده امریکا اینا باشه، آهسته خود را دور کرد و به طرف کسایی که بود در اول دشمن درجه اول اونا رو میگفت مثلا پاکستان و اینا بسیار نزدیکتر شد و این نزدیکی باعث ازی شد که همون کسایی که در بر منافع همون ممالک اینجا کار میکنن اونا هم زیادتر نفوذشون در سیستم اداری و سیاسی افغانستان قوی تر شد. اینی رو من یک انکشاف خطرناک میبینم که عواقب ازی را اگر از نال درست نسنجند شاید عواقب خوب نداشته باشه. سپاس آقای بدر. اگر به توانایی های نیروهای افغانستان، نیروهای داخلی بپردازیم، نیروهای افغانستان توانایی را دارند که امنیت افغانستان در سال 2013 یعنی ختم 2013 بگیرند؟ قبل از اینکه پاسخ سوال شما بیایم و ادامه صحبت های جناب وزیر صاحب، ما علاوه کنیم که باید بفهمیم که تنها دولت افغانستان در این عرصه مقصر نیست، نتوانست که در 13 سال یا 10 سال خود باید عیار می ساخت با کل چالش هایی که پیش روی داشت. و دولت فرانسه یا هر کشور اروپایی که به اینجا آمدن، اینا این کدام احسان یا کدام منتی که بالای افغانستان دارن اون منت درست نیست، به خاطر از اینکه این یک جنگ مشترک، هدف مشترک میان دولت افغانستان میان کشورها بودی. جنگ علی تروریسم و تروریسم قبل از اینکه به کابل به خانه های زیارت رسیده بود، در مدرید به ما انفجار میکرد، در مترو لندن چی میکرد، در این تا گپ با واشنگتن و پنتاگون رسید، به اینجا رسید گپ که اینا آمده شدن که نیروهای خود روان میکنن، روان کنن که تا که بساط تروریسم از افغانستان برچینن.
ولی گپ دومی است که باید در 10 سال نه میفهموندن که ملت های خود رایدندای خود میفهموندن باید که ما که در افغانستان ماموریت داریم، ماموریت به خاطر افغان ها نیست که اینا افغان ها که هر اشتباه کرده باشن که ما سر از حساب کنیم قوای خود از جا بکشیم. بیشتر صحبت با آقای دکتر در رابطه با حضور مخالفین مسلح دولت در ساختار نظام بود و مشخصا در سایه نظامی و ملکی، شما میپذیرین حضور را؟ اگر ما نپذیریم واقعا میپذیرید یعنی فعلا که کار شده هر کیم کار کرده میتونه، این واقعا است که ایجا هم شد چند بار جای دیگه هم چندین وقت شده. و عواقب این حضور چگونه بررسی؟ عواقب این حضور یک به گمانم یک ناخوشایند برای جامعه افغانستان است، خصوصا کسایی که در دولت کار میکنن برای ما مشکل است، خصوصا دوستای بین المللی که در چی در سایه نظامی در سایه ملکی جا با ما همکار هستن، کمک میکنن، مساعدت میکنن، برای ما یک پیغام خیلی بد است. حالا بحث توانایی های امنیتی نیروهای آمدیم سر بحث توانایی افغانستان. توانایی افغانستان به نظر ما یعنی از پیشتر که خیلی خوبتر شده، ولی ملت ما بعض مردم ما البته یک توقع خیلی بالا دارن، یک انتظار دارن که ما باید به اندازه کشورهای همسایه که اینا حکومت های هستن، دولت های هستن که چند سال به این سو به طور درست و پایدار اینا پیش میرن، نیروهای خود مجهز ساختن، مسلح ساختن، به توانایی هرچی که نیاز داشتن خود عیار ساختن، ما با او سویه باید برسیم، چون که ما عمر ما عمر دولت ما از 10 سال زیادتر نیست، ما چطور میتوانیم که به این اندازه که هر چالشی ما داشته باشیم در حالی که ما در خط داغ هستیم؟ ما نیازمندی ما پاسخگوی مثبت باشیم. افغانستان تا سال 2013 توانایی حفظ و حراست از داخل افغانستان و مرزهای افغانستان را دارن و احتمال مقابله با مشکلاتی که در داخل افغانستان، درگیری هایی که داخل افغانستان است، طوری که شما قبلا پذیرفتین که در ساختار نظام هم حتی در بخش نظامی هم نیروهای مخالف مسلح دولت نقش دارن، پس حالا همین توانایی وجود داره که همین توانایی را اگر ما شما فکر کنیم که من پیشترم با شما گفتم که حرفی فرانسه یا حرفی کشورهای که داخل پکت ناتو هستن حرفی آخر نیستی، امکان داره تندید شد، امکان داره ماموریت به اون زمان که نامنتهی میشن بس سال 14 هم امکان داره که 2014 اگر تمدید نشه فشارها و انتخابات هایی که پیش رو دارن کشورها باعث ازی شوه که نه انتخابات هایی که مثل مسالح ملی تا یک اندازه نقش دارن، این تو نیست که کاملا اون رو به یک طرف دیگه بیاندازن، چون که مسالح امریکا در افغانستان فقط برای اوباما نیست، این برای جمهوری خواه هم است، برای ملت امریکا هستی، چون که تعرض از طرف تروریست های از طرف هر مخالف که نداشتن هر نامی که مینامیدن بالای ملت امریکا بود، نه بالای اوباما، نه بالای آقای بوش. پس در روند تقویت نیروهای داخلی افغانستان امیر ماشما باید در کنیم، من بیشتر ماشما گفتم که این یک مسئولیت واقعیت افغانی استی، افغان ها باید توسط افغان ها باید خود حفاظ کنه، توسط اردوی خود، توسط نیروهای امنیتی پلیس یا امنیت ملی خود نیاز به زمان است. تا چی وقت متکی به غیر باشیم ما نیاز به زمان است. در حال حاضر نیاز به زمان است. در حال حاضر به گمان امکان داره که کاستی ها داشته باشیم ما، هر وقتی که مسئولیت به دوش از جای به امکان داره که اینا با مسئولیت اینا رفتار کنن. سپاس. وقفه کوتاه بینندگان عزیز، پس از وقفه همراهی ما کنید.